به شما نازنینان هممیهنان فارسی زبانان و بینندگان عزیز این رسانه دیداری در جای جای جهان پهناور و آرزوی شادی و شادکامی برای یکایک شما عزیزان برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. در آغاز و قبل از هر مسئله بایستی به مسئله ای ایران بپردازیم و در رابطه با آنچه که در ایران میگذرد و آنچه که در آینده پیش خواهد آمد سخنی با شما نازنینان داشته باشم سخنی که در طی چهل سال ما شاهد مسائل گوناگون در کشورمان بودیم ولی فقط از انتقاد و عیبجویی از یکدیگر خودداری نکردیم اگر بگویید کاری به آن صورت انجام شد که ما انجام دادیم یکایی که ما غیر از عده معدودی اگر به کارنامه سیاسی خودشان نگاه کنند یا به کارنامه اجتماعی خودشان نگاه کنند هیچ چیز خاصی در آن دیده نمی شود علت چیست؟ و چرا ما در جا زده ایم چهل سال در جا زده ایم امروز شادمانی می کنیم که مردم در فلان شهر با هم متحد شدند و یک نفر را که معموری می ببرند از دست آنها نجات دادند و این نشانه اتحاد است چرا این اتحاد در طی این چهل سال پیش نیامده و آیا از یک گل بهار می شود در یک شهر در یک محله ای آمدند و فلان دختر را از دست ماموران انتظامی نجات دادند تمام قضایا حل می شود به هیچ عنوان پس علت چیست ریشه مسئله در کجا قرار دارد با اندکی تعمق خیلی راحت می توانیم به ریشه مسئله پی ببریم ریشه مسئله در سه پارامتر خلاصه می شود یک نادانی و عدم آگاهی به مسائل اجتماعی دو گریز از آگاه شدن و دانستن و زندگی را باری به هر جهت سپری ساختن و سه خیانت کسانی که در ظاهر ایرانی هستند ولی در باطن ریشه و نژادشان ایرانی نیست و به کشور ما هیچ نوع علاقه ای ندارند عزیزان بیایید فکر کنید این تبلیغ کثیف را که در ذهن یکایک ما جای دادند که ما که سالمیم با ما که کاری ندارند بقیه هم اگر میخواهند سالم بمانند دخالت در کارهای دولت نکنند دخالت در کارهای دولت نکنند یا در سیاست نکنند نتیجه اش را بروید در پاکستان ببینید با تریلر مردم جا به جا می شوند به جای استفاده از تاکسی یا اتوبوس صندلی های راحت هوای مناسب بایستی در گرما آویزان به تریلی شوند و از یک منطقه به منطقه دیگر بروند این نتیجه بیبندوباری است نتیجه تندر دادن به خفت است خوشبختانه در نشاد ایرانی خاری طلبی کم است هستن، معدود افرادی هستند که خار و زبون می شوند ولی نه در حدی که به تریلی دیگر بخواهند آویزان شوند و برای جابجایی به, به سر کار رفتن یا هر مسئله دیگری از این وسیله استفاده کنند یا در پاکستان هیچ کس صاحب خانه شخصی نیست یعنی سندی به نامش نیست ادهی خاص تمام املاک را در اختیار دارند و آنها را اجاره می و نگذاشتند کسی صاحب خانه شود شما نیز اگر تن به خاری بدهید همین بلا بر سرتان خواهد آمد که خوشبختانه عده معدودی از ایرانیان خاری طلب هستند و بسیاری هنوز اون عرق آزادمنشی و آزادگی را در خیشتن حفظ کردند آمدیم پارامترها را برای شما گفتیم اولین فقر فرهنگی بودش که بارها من گفتم متاسفانه به دلیل آنکه ماسونها و خانواده های اولیگارشی در آموزش و پرورش و فرهنگ کشور نفوذ می و می جلوی رشد فرهنگی جامعه را گرفتند وگرنه بایستی از مردم سوال کرد تویی که فرزندت را نوزادت را حتی با غمه سرش را شکاف می دهی آیا برای چه این کار را می کنی؟ آیا برای خوشایند خداوند است؟ آیا خداوند از خون ریزی شادمانه می گردد؟ این چه مذهبی است که میگویند قربانی کنید برای چه باید خونی ریخته شود آیا گوسند یا گاو یا شتر را که میکشید خداوند در عرش اعلا جشن میگیرد شعور بهترین چیز است اگر شعور داشتید میتوانید درک کنید اگر بیشعورید سعی کنید شعور پیدا کنید آنان که میبینند میشنوند خود را به گمراهی میزنند مشتی احمقند مشتی صفیهند آنها نمیخواهند تحولی در زندگی خودشان ایجاد شود پس اولین پارامتر یا مشکل چه هست عدم فرهنگ در بسیاری از مردم که راه میافتند در دستجات سین زنی به سر و کله خود میزنند زنجیر به پشت خود میزنند علم و کتل هوا میکنند و فکر میکنند خداوند چقدر خوشحال میشود اگر امام حسین فرد این مورد توجه خداوند بوده شما برای چه زاری میکنید برای چه گریه میکنید برای چه تو سر خود میزنید خداوند او را به بهشت میبرد که به شما وعده داده پس شما دردتان چیست عقده های حماقت خود را خالی میکنید اما دومین مسئله که باز هم باید مورد توجه قرار گیرد همین بیبندوباری و بیتوجهی و خودخواهی به قول معروف است که من راحتم با من که کار ندارن من چرا در مسائل سیاسی دخالت بکنم شما همان گونه که گفتم بیایید به زندگی خود بذل توجهی داشته باشید و بیاندیشید چقدر عمر خواهید کرد نهایتاً چه خواهد شد نهایتاً یکایک ما به دیار نیستی می‌رویم ولی آنچه که سعدی بیان می کند همانا گفتار مسیح است که می گوید سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز مرده آن است که نامش به نکویی نبرند شما وقتی به زندگی خود به کارنامه زندگی خود نگاه کردید و دیدید و متوجه شدید که عاقبت آنچه باعث مندگاری نام شما خواهد بود و اگر به روح اعتقاد داری روح شما در آرامش خواهد بود چیزی جز نام نیکو نیست. حال ده روز زندگی کنید صد سال زندگی کنید چه تفاوتی دارد در نهایت می روید. پس امروز بیایید دست در دست یکدیگر بگذارید بیگانگان را از کشور خود بیرون کنید اتحاد بایستی در تمام شهرها در تمام محله ها و در کل کشور صورت گیرد خود را دستاویز ادهی قرار ندهید که با تبلیغات دل شما را خوش می کنند قصه ای به یادم میآید. شخصی در دوره فتری که پادشاهی زنباره بود و عیاش ادعا می کند که توپی ساخته است که این توپ اگر شلیک شود از تهران پترزبورگ را خواهد زد پتریشا خوشحال می شود و میگوید بیاید این شخص و در فردا یا پس فردا در میدان شهر ما هم خواهیم آمد و این توپ را شلیک کند و پترزبورگ را بزند توپ را میارند گلوله را داخلش میگذارند و این شخص که توپ را ساخته بوده فتیله آن را آتش میزند که توپ شلیک شود همه حضور داشتند ناگهان این گلوله شلیک می شود و در دومتری متری توپ به زمین می افتد و دود و دوده و گند و کسافت تمام حاضرین را سر تا پا سیاه می کند و به صرفه می اندازد و فتری شاه که ناظر بوده بر می می گه مرد حسابی ببین چه اوضاعی ساختی شخصی که به اصطلاح مدعی زدن پترزبورگ بوده میگه قربان ببینید اینجا که انقدر آشفتگی و شروعی ایجاد شده پترزبورگ چه خبر است وای به حال پترزبورگ که در آنجا اوضاع از چه قرار است حال حکایت ماست در شهری در ای چهار نفر یا صد نفر میریزند و دختری را از دست معمورین نجات میدهند حال که اینطوری است در کل کشور ببینید چه اتحادی برقرار شده خود را فریب ندهید خود را فریب ندهید مردم ایران به رهبری مقتدر نیاز دارند و در خرداد 88 ما دیدیم ما دیدیم که مردم چگونه متحد می شوند آن اتحاد بود آن اتحاد دوباره باید صورت گیرد از نفاق افکنان دوری کنید از معیوس کنندگان خود دوری کنید و واقعا از جان و دل بخواهید که نام نیکی از شما بماند این مسئله ای هست که فقط و فقط یک عده و گروه خاص می توانند موجب نفاق افکنی شوند و آن کسانی هستند مانند خاندان های اولیگارشی که اصالتا ایرانی نیستند و آمدن زبان فارسی را از کودکی آموختن در ایران متولد شدند ولیکن بودن یا نبودن ایران و ایرانی برای آنها هیچ اهمیتی ندارد برای آنها کشور انگلستان مطرح است برای آنها خیانت وظیفه است آنها برای خدمت نیامدن رفسنجانی ملعون یک بار گفت گفت در زمان شاهنشاه ما بدون ویزا به چندین کشور دنیا سفر می کردیم یکی دیگه از این جانیان برگشته و گفته اگر قرار بود که ایران آباد بشه شاه که بودش شاه آباد میکرد ببینید وقاحت در چه حدیه در حدی هستش که اعلام میکنند به شما ما کشور شما را اشغال کرده ایم کشور شما را اشغال کرده ایم فقط یک نوشته یک شعار نیست کشور شما را اشغال کرده ایم یعنی منابعی که باید صرف رفاه ایرانیان شود در اختیار ماست زخایر نفتی شما، زخایر مس شما، زخایر طلای شما، اورانیوم شما، همه چیز شما مال ماست شما را به بیچارگی می‌رسانیم و خودمان را به آن چیزی که خمینی ملعوم می میگفت او میگفت محمد رضا شاه ها را آباد کرد و ایران را خراب کرد درست کاری که خودش کرد در حالی که همه شاهد بودیم محمد رضا شاه ایران را آباد کرد و قبرستانها ها را بخروه ساخت سرودی می شنویم باز می باز هم در خدمت شما خواهم بود <applause> مسیحا کیستی تو کس برایت میکنن جانها فدل به دریا میزنندت بی صدا مردان خدا کیستی تو ای کاش من هم قطره زره از تو بودم با تو بودم ای اش این تو هستی آن تو بودی کان مسیحا گفت با آن می توان بوها را جابجا جا کرد دردها را بی صدا کرد مردگان را زنده اما جان فدای برها کرد چیستان عشق است یا ایمان نمیدانم نمیدانم فقط من خوب میدانم که بی تو مرد ایمانم چو طفلی گیج و حیرانم میدانم خوب میدانم عمل بی عشق نتوانم با من باش مسیحا با من باش تا زنم با عشق و ایمان نقشی از مهرت به دینسان بر ستون ملک هستی بر نهاد ظلم و بستی با من باش مسیحا مجدد برنامه امروز رو پی میگیرم خدمت شما عزیزان همون گونه که عرض کردم این سه پارامتری که در آغاز گفتم مشکل اساسی هست و بایستی این سه مشکل رو حل کرد تا بتوانیم به یک اتحاد کامل و یک میهن آزاد دست پیدا کنیم برای اینکه شما نازنینان بدانید اشکال کار در کجا قرار داره مطالعه و مطالعه و آگاهی است مطالعه و آگاه شدن از مسائل سیاسی کشور وظیفه هر ایرانی است باید بدانند روزی که من هوار می زدم فریاد می زدم گفتم انگلستان است که تمام مشکلات را برای کشور ما به وجود آورده دوستان بسیار عزیز و محترم بنده بنده را دایجان ناپل اون خطاب میکردن در یکی از برنامه ها گفتم اصلا سریال دایجان ناپل اون رو در اون سال ها نشان دادن تا اگر اهل ای مدعی شد که انگلستان دارد آرام آرام کشور را در اختیار خودش میگیرد به او بگویند تو هم شدی دایی جان ناپل اون که میگویی انگلیسی ها آمدند به بنده از این سخنان بسیار گفتند. خوشبختانه یا متاسفانه خود فهمیدند و آگاه شدند که اشتباه کردند امروز اکثر ایرانیان میدانند مشکل اصلی ما انگلستان است و عوامل انگلیسی که در داخل خاک ایران هستند الان به راحتی می توانم و به جرأت می توانم بگویم نسبت به روزی که من آغاز کردم مبارزه خودم را با سیاست کثیف انگلستان تا به امروز بسیاری را آگاهی دادم و این پیگیری و گفتن مکرر و مکرر من بود و عده ای که همراه شدند با من و اهل خرد بودند پذیرا شدند منطقه بندرا مانند موج گسترده شد و امروز ایرانیان میدانند مشکل اساسی انگلیس است و انگلیس است که تمام مسائب از زیر سر اوس و بایستی هوشیار بود هوشیار بود دولت مردان آینده ایران باید رگ و ریشهشان پیدا شود شما بارها میشنوید استاد سعید نفیسی استاد سعید نفیسی بسیاری از کسانی را که شما میبینید براشون تبلیغ میشه در علم سیاست اینها همه دسیسه های انگلستان است نه اینکه از روی بخار معده کسی این سخن را بگوید من اینکه با شما صحبت میکنم با مدرک و دلیل به شما ثابت می کنم که اینها را دولت کثیف انگلیس پرورش داده است بیایید دقیق تر باشید بیایید هوشیار تر باشید هوشیاری راهی است به سوی آگاهی از هر مسئله ای به راحتی نگذرید منی که حرف میزنم دقت کنید اگر ایرادی در کار من میبینید به من بگویید خجالت نکشید میشنویم میدانیم طرف دارد دروغ میگوید چشم بر میبندیم و میرویم تمام شد حوصله داری با هاشجر رو بحث بکنی؟ اگه مملکتتو میخوای باید حوصله داشته باشی باید وقت بذاری برای مطالعه باید آگاه بشی نمیخواید بشی؟ آوارگی، دربدری، زلت، فقر، فحشا اعتیاد رو بپذیرید ما در تمام طول تاریخ کشورمان متاسفانه به دلیل عدم اطلاع از خانواده های اولیگارشی که نژادن انگلیسی بودن در ظاهر ایرانی چوب بسیاری خوردیم چوب بسیاری خوردیم هنوز هم داریم میخوریم ولی نمیخوایم توجه کنیم بیایید توجه کنید نسل آینده لاقل افتخار کند به شما به شما جوانانی که امروز در میدان مبارزه حاضر هستید و می توانید کاری بکنید با اتحاد می توانید کاری بکنید من چند جمله دیگه در این رابطه میگم به مطلب دیگه ای میپردازم آنچه از گفتار ابتدایی تا این لحظه نتیجه خواهم گرفت این است که یک شما سعی کنید آگاهیتان را افزایش بدهید با مطالعه دو برای اینکه حرف افراد را پذیرا شوید به رگ و ریشه آنها بپردازید ببینید که آبا و اجداد آنها چه کاره بودن وقتی من میگم هویدا خائن بوده میرم مداره که شاید تاریخ عالم آرای عباسی و ناسخ تواریخ در میارم میا خدمت شما نازنینان ثابت میکنم هویدا نیاکانش موجب از دست رفتن 17 شهر قفقاز شدند یا عباس میرزا خائن بوده دلیل و مدرکش رو با شرح و حال جنگ های او که در تاریخ ثبت است برای شما روشن کرده. کتاب هایی که این حقیر شامل 17 جلد است که متجاوز از چهار هزار صفحه خواهد شد نوشتم و تا کنون سه جلد آن چاپ و منتشر شده تاریخ واقعی ایران است در دوره معاصر که نشانگر ریشه مسائلی است که در کشور ما رخ داده امیدوارم دوستان فرصت بکنند و این کتاب ها رو تهیه کنند و مطالعه کنند سعی می کنم به زودی سایت خودم را به راه بیندازم و به شما نازنینان بگم که بروید و مطالعه کنید علیه حال کسانی که علاقه مند هستند جلد اول کتاب من فعلا تمام شده و به زودی روی سایت خواهد آمد ولی جلد دوم و سوم هستش و اینا هیچ کدوم مطالبش به جلد قبل ارتباط پیدا نمیکنه هر کدومشون مستقل هستن به هر روی من در طول سالهایی که گذشته متجاوز از 250 جلد کتاب نوشتم که حدود 70-80 تای اونها تاریخی هستش و بقیه سروده های من هستش اشعاری که هم عاشقانه است هم سیاسی است هم اجتماعی است و هم فکاهی به هر روی به مصداق جهان چون چشم و خط و خال و ابروز که هر چیزی به جای خیش نیکوس هر کسی سریغی داره و از سروده های من که تالا هشت کتابش به چاپ رسیده میتونید تهیه بکنید اونها را مطالعه بکنید از این مسائل که بگذاریم نتیجه کامل این بحث امروز این شد که یک مطالعه بکنید دو رگوریشه افراد رو در گفتگوهاتون در پذیرششون پیدا بکنید سوم اونها رو ترد بکنید و آگاهی های خودتون رو با دیگران در میان بگذارید تا آنها هم آگاه شوند ما بایستی پذیرا شویم مسیحیان خدمات زیادی کردم متاسفانه به من میگن وقت تمام شده و من نمیتونم الان بیش از این وقت شما نازنینان رو بگیرم روی این حساب بحث مسیحیت رو میذاریم به برنامه دیگه و علت اینکه امروز برنامه من کوتاه شده این بودش که من متاسفانه صبح با اینکه ساعت پنج صبح خواب بیدار میشم انقدر کار سر راه دارم که انجام بشه تا رسیدم اینجا ساعت شده 10 و از 10 تا الان در خدمتتون بودم مدت 40 دقیقه کمتر ۳۸ دقیقه در خدمتتون بودم امیدوارم که هفته آینده بتونم به موقع در اسودی حاضر باشم و خدمت شما نازنینان مسائل مهمی رو مطرح کنم تا دیدار دیگر و گفتاری دیگر همه شما نازنینان همه شما هم میهنان فارسی زبانان و بینندگان این رسانه دیداری را به خداوند متعال می سپارم و آرزوی شادی و شادمانی برای شما دارم خدا نگهدار